به نام خدا و با عرض سلام و وقتتون بخیر. مجموعه خبر این ساعت را پی میگیریم، اما در آغاز سرخط خبرها. حکم بازداشت 21 متهم قضیه کابل بانک پیشین صادر شد. دادستانی کل میگوید کار روی پرونده اختلاس پولهای کابل بانک پیشین آغاز شده است. خوشبینی ناتو از امضای قرارداد امنیتی این سازمان با افغانستان. دبیر کل جدید ناتو امضا شدن این قرارداد را سرآغاز فصل تازه روابط میان ناتو و افغانستان خوانده است. و غیر قانونی خوانده شدن تظاهرات در هنگ کنگ از سوی وزیر خارجه چین. امروز پنجشنبه دهم میزان سال 1393 هجری خورشیدی که برابر می شود با دوم اکتبر سال 2014 میلادی. محمد سجاد یاسا هستم با مجموعه خبری این ساعت. دادستانی کل حکم بازداشت متهمان قضیه کابل بانک پیشین را صادر کرد. سخنگوی این اداره می گوید که پس از چاشت دیروز کار بالای پرونده کابل بانک آغاز شده است. به گفته مسئولان دادستانی کل، حکم بازداشت متهمان اختلاس و سرقت پولهای کابل بانک پیشین امروز از سوی این اداره صادر شده است. این در حالی است که حدود دو سال پیش 21 تن در پیوند به قضیه کابل بانک پیشین از سوی دادگاه ابتدایی ولایت کابل مجرم شناخته شده بود. شرح بیشتر از خالد میرزایی. نخستین روزهای کاری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید کشور پس از ایجاد پست اجرایی حکومت وحدت ملی و امضای قرارداد امنیتی میان کابل واشنگتن، در یک فرمان دیگر خواستار بازنگری دوباره پرونده اختلاس کابل بانک شد. دو سال پیش در زمان حکومت حامد کرزی در نتیجه اختلاس نزدیک به $1 میلیارد از کابل بانک این بانک ورشکست شد. در ورشکست شدن این بانک پرآوازه شماری از نزدیکان مقامهای بلندپایه حکومت پیشین نیز متهم شناخته شدند. اما دادستانی کل دست داشتن برادر رئیس جمهوری پیشین و برادر معاون اول ریاست جمهوری پیشین را در ورشکست شدن کابل بانک رد می کند و می گوید که آنان تنها از کابل بانک قرضدار بودند و قرضهای خود را پرداختند. دو سال پیش دادگاه ابتدایی ولایت کابل 21 تن از مسئولان کابل بانک پیشین از جمله شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیئت مدیره کابل بانک، خلیل الله فیروزی سرپرست هیئت عامل کابل بانک و عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی کشور را در ورشکست شدن کابل بانک پیشین متهم شناخت. شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، راجا گوپال کرشتن، رامچندران که اتباع هندستان هستند، محمد افضل، محمد طارق میران، محمد ناصر، کمال ناصر کرور، محبوب شای فروتن، امین الله خیراندیش، عبدالبصیر فروخ، امان الله حمید، عبدالقدیر فطرت که رئیس پیشین دوانستان بانک بودن، محیب الله صافی، مصطفی مسعودی، مسعود خان موسا غازی، ظفرالله فقیری، شیراقای حلیم، محمد قسیم رحیمی و بسم الله محمد عارف سالک اسمت الله. از سوی هم سخنگوی دادستانی کل میگوید که از جمع 913 میلیون دلار اختلاس شده 184 میلیون آن دوباره به کابل بانک برگشتانده شده است. سارانوال موظف در دوسیه مطابق قوانین نافذه کشور وصف جرمی از یاره سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، اختلاس، تعطیر پول، جعل تزویر دانسته که به این اساس هر فقره و ماده ای را که شما در نظر بگیرین باید مجازات از اینا حبس طویل باید باشه 18 سال و 20 سال که همچون کار صورت نگرفته. کابل بانک پیشین یکی از بانک های با اعتبار خصوصی در کشور بود، اما به یک بارگی در سال 2010 میلادی ورشکست شد. اختلاس پول های کابل بانک پیشین از سوی مسئولان رده اول آن عامل ورشکست شدن این بانک گفته شده است. دبیر کل جدید ناتو امضای قرارداد امنیتی این سازمان با افغانستان را خوشبینی گفته است. به گفته وی با امضای قرارداد امنیتی کابل با ناتو فصل جدید در روابط ناتو و افغانستان باز شده است. قرارداد امنیتی افغانستان با ناتو همزمان با قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن امضا شده است. دبیر کل ناتو میگوید که کمک های این سازمان برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر از حضرت محمدی.
دبری کل ناتو که در سخنرانی تازهش که پولیسیو در مورد ماموریت ناتو در افغانستان را شرح می دید، از کمک های کشورهای عضو ناتو به افغانستان با ویژه پس از سال 2014 میلادی خبر داده است. دبری کل ناتو همچنان گفته بود که به ادامه حضور و کمک های ناتو به افغانستان متعهد می باشد و کمک های ناتو برای تقویه قوای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت. او همچنان در سخنرانی دیروز خود گفت که ناتو برای ختم ماموریت فعلی خود در افغانستان آماده میگیرد، اما با ختم این ماموریت فصل تازه در روابط ناتو افغانستان باز شده است. دبیر کل ناتو همچنان به امضای قرارداد امنیتی بین افغانستان و ناتو اشاره کرده و گفته است که این قرارداد شرایط حضور قوای ناتو را در افغانستان واضح میسازد و یک گام مهم به پیش از سوی حکومت وحدت ملی افغانستان در روابط با ناتو به شمار می رود. این قرارداد برای ما یک چارچوب لازمی قانونی را فراهم میکند که ما ماموریت نو خود را آغاز کنیم، یعنی از اول ماه جنوری سال 2015 تعلیم، مشوره و کمک به قوای امنیتی افغانستان را شروع کنیم. این اقدام برای افغانها اعتماد میدهد که ما حمایت خود را از آنها در جنبه های مختلف ادامه میدهیم و از دستاوردهایی که به مشکل حاصل کرده ایم محافظت میکنیم. قرارداد امنیتی افغانستان با ناتو و امریکا یک روز بعد از مراسم تألیف رئیس جمهوری جدید کشور اشرف غنی احمدزی به امضا رسید. ناتو از آغاز سال جاری منتظر امضای این قرارداد بود تا برای ماموریت نو خود در این کشور طرح‌ریزی کند، اما رئیس جمهوری پیشین کشور از امضای این قرارداد خودداری کرده بود. فرمانده کل نیروهای بین المللی در کشور گفته است که گروه دولت اسلامی یا داعش پیشین در افغانستان فعالیت ندارد. پیشتر مسئولان محلی ولایت غزنی گفتند که افراد وابسته به گروه داعش با سر و صورت پوشیده در این ولایت دیده شدند، اما فرمانده کل ناتو در افغانستان افزوده است که اطلاعات دقیق مبنی بر وجود افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان در دست نیست. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. جان گامپل فرمانده کل نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان در نخستین مصاحبه خود گفته است که اطلاعات معتبری در دست نیست که نشان دهد افراد وابسته به دولت اسلامی در افغانستان نیز فعالیت دارند. جنرال کمپل تاکید کرده است که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مراقب اوضاع در افغانستان بوده است و در مورد نفوذ داعش در افغانستان کاملا هوشیارند. هفته گذشته درگیری سنگینی در ولایت غزنی رخ داد و در پایان به نقل از مسئولان محلی این ولایت گفته شد شبه نظامیان مسلح وابسته به گروه دولت اسلامی شماری از غیر نظامیان را گردن زدند. اما فرمانده کل نیروهای ناتو در کشور میگوید که اطلاعات دقیقی در این مورد وجود ندارد. هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که گروه داعش یا دولت اسلامی در افغانستان وجود داشته باشد. گزارش های نشر شده که مخالفان مسلح در ولایت غزنی شماری را سر بریدند، اما سر بریدن ها در ولایت غزنی مبالغه آمیز بوده است. از سوی هم فرمانده کل نیروهای ناتو در کشور میگوید که با آغاز به کار حکومت جدید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راهکار روشنی برای جنگ علیه مخالفان مسلح دولت دارند، در حالی که به گفته او پیش از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با دستهای بسته علیه شورشیان میجنگیدند. صبح امروز یک حمله کننده انتحاری نیروهای ارتش ملی را هدف قرار داد. به گفته مسئولان امنیتی، مهاجم انتحاری یک موتر نو کاستر منصوبان ارتش ملی کشور را در ساحه دوغابات مربوط حوزه هفتم امنیتی کابل هدف قرار داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه گفته است که در نتیجه این حمله انتحاری 3 تن از منصوبان ارتش ملی شهید شدند و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. نظام انتخاباتی نیاز اساسی به اصلاحات دارد و باید پیش از آغاز فرایند انتخابات شورای ملی اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور وارد شود. شماری از فعالان مدنی کشور با تاکید بر این مطلب میگویند که کسانی که در تقلب های انتخاباتی دست دارند باید محاکمه شوند و گفته آنان تقلب کاران در انتخابات ریاست جمهوری با اراده مردم افغانستان بازی کردند و باید مجازات شوند. حفیظ الله سالنگی گزارش دارد. اینجا شماره از فعالان مدنی گرد هم آمدند و می گویند که نظام انتخاباتی کنونی کشور پر از دردسر است و باید این نظام اصلاح شود. آنان اصلاح نظام انتخاباتی را پیش از آغاز فرایند انتخابات شورای ملی ضروری می دانند. تعدیل قانون انتخابات، کاهش صلاحیت های حکومتی
در کمیسیون‌های انتخاباتی و بی‌طرفی کمیسیون‌های انتخاباتی از پیشنهادهای این فعالان مدنی بر اصلاح نظام انتخاباتی است. باید بپذیریم که درست است که حکومت وحدت ملی نقطه انتها به بحران و نجات از فاجعه بود، اما این را نادیده نباید گرفت که صدمه بزرگ برای نهادهای انتخاباتی و با پروسه انتخابات وارد کرد. از این حقیقت هیچ کی نمی‌داند چه خوشی دستاورد 10 ساله ما را به چالش مواجه کرد. این فعالان مدنی میگویند که خلای قانونی برای محاکمه تقلبکاران انتخاباتی سبب شده است که تقلبکاران دل جمع تقلب کنند. آنان هشدار میدهند تا زمانی که تقلب انتخاباتی جرم پنداشتن نشود، دل تقلبکاران به لرزه نخواهد افتاد. در قانون جزای افغانستان تقلب انتخاباتی من حیث یک جرم شناسایی نشده، مگر در بسیاری از کشورهای که ما تحقیق کردیم نشان میده که تقلب انتخاباتی در پهلوی تروریسم و قاچاق مواد مخدر یکی از سنگین‌ترین جرم هاست. تعدیل نظام انتخاباتی بخشی از توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد پیشین ریاست جمهوری و مقام های تراز اول حکومت وحدت ملی را می سازد. وزارت تجارت و صنایع میگوید که شام روز گذشته شمال از بازرگانان و نمایندگان سکتور خصوصی با رئیس جمهور کشور دیدار کردند. سخنگوی این وزارت تاکید میکند که حکومت تصمیم دارد تا پیش از فصل زمستان بهای همه کالاهای تجاری را ارزان و ثابت نگه دارد. به گفته وزارت تجارت و صنایع، اگر پس از این بازرگانان سودجویی کنند، حکومت با آنان برخورد جدی خواهند کرد. مریب شاهین گزارش میدهد. شام روز چهارشنبه اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی با شماری از بازرگانان و نمایندگان سکتور خصوصی و مقامهای وزارت تجارت و صنایع دیدار کرد. هدف از این دیدار بحث روی مشکلات و فرصتهای تجارت و سرمایه گذاری گفته شده است. در این نشست رئیس جمهور به وزارت عدلیه دستور داده است که همه قوانین مربوط به تجارت و سرمایه گذاری را بازنگری کرده و نتایج آن را به ریاست جمهوری بفرستد. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع میگوید که پیش از رسیدن فصل سرمای زمستان حکومت تصمیم دارد که نرخ تمام کالاهای تجارتی را ارزان و ثابت نگه دارد. به گفته وی، اگر بازرگانان پس از این در فکر سودجویی غیر قانونی باشند، با آنان برخورد جدی صورت میگیرد. نرخ‌های تمام کالاهای خوراکی باید با وجودی که ثابت باشه باید ارزان شود. تمام کالاهای خوراکی در زمستان و از تاجران خواستند که هر کس که استفاده جو و سودجو هست، مردم افغانستان با مشکل مواجه میکنه، قیمتا را خودسر بالا میبره یا انحصار احتکار میکنه، در پلوی از اینکه دولت افغانستان به ویژه وزارت تجارت صنایع جوازای از اون را لغو میکنه، دیگه اجازه تجارت به اونا نمیده، حکومت به خود حق میده که عمو بخشه در انحصار خود بگیره و خودش بر مردم کالا توزیع کنه و آنگاه هیچ کس حق شکایت نداره که یک تجار شکایت کنه که برخلاف قانون اساسی حکومت حق نداره که یک کالا را مثلا کالای نفتی باشه، کالاهای خوراکی باشه، خودش در انحصار خود بگیره. و در گذشته بلند رفتن باهای مواد اولیه را مقامهای دولتی و بازرگانان وابسته به عدم امضای قرارداد امنیتی آمریکا و طولانی شدن انتخابات میدانستند، اما اکنون قرارداد امنیتی امضا شده و بنبست انتخاباتی هم پایان یافته است. آیا جریان تجارت و سرمایه گذاری تغییر کرده است؟ داخل شدن واگن ها از سه مجرا در افغانستان نسبت به یک هفته پیش من مطمئن هستم بیشتر از 50% افزایش یافته. این خود نماینگر یا نشان دادن یک خوشبینی در افغانستان است. و هفته پیش کنفرانس در مورد نفت افغانستان در دبی برگزار شده بود، اونجا هم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی حتی خواهان سرمایه گذاری های میلیارد دلاری در افغانستان هستند. این بار نخست نیست که حکومت در مورد ثابت نگه داشتن نرخ کالاهای تجارتی و بازرگانان هشدار می‌دهد. پیش از این نیز حکومت گذشته هم بارها این هشدارها را داده بود، اما هشدارهای حکومت کوچکترین تاثیر بالای قیمت‌ها نداشت. اکنون دیده شود که هشدار حکومت جدید چقدر می‌تواند عملی شود. و خبر اخیر از داخل کشور این که دانش آموزان پرورشگاه تهیه مسکن پیش از پیش از روز جهانی معلم بزرگداشت کردند. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که دین اسلام ارزش و جایگاه معلم را ستوده است. مسئولان وزارت کار تاکید میکنند که معلمان مشعلداران هدایتند و باید از کارکردهای آنان با نیکویی یاد شود. امسال روز معلم برابر با روز سوم عید قربان است و همین دلیل این روز در شماری از مراکز آموزشی پیش از پیش بزرگداشت شده است.
و سقلا عظیمی گزارش می‌دهد. ریاست عمومی پرورشگاه‌های افغانستان با پیش آمد روز معلم همایش را در پرورشگاه تعیین مسکن برگزار کرد. مسئولان وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین می‌گویند که دین اسلام ارزش و جایگاه معلم را ستوده است. سرپرست وزارت کار معلمان را بهترین معماران جامعه عنوان کرد و همچنان تاکید کرد که مقام معلم مقام انبیا است. جایگاه معلم و روز معلم و مسئولیت معلم از لحاظ دینی و شرعی جایگاه خاص خود داره. معلم شمعی است که با زحمات و تلاش و پشتکار خود برای جامعه روشنی میده. در این حال مسئولان پرورشگاه های کشور میگوید که معلمان مشعلداران هدایتند و باید حکومت از معلمان حمایت کند و نیز در امتیازات آنان افزایش دهد. و ختم بر همه پیشا پیش روز جهانی معلم را به شما معلمین عزیز که مشعلداران راه هدایت تبریک و خوش استوار میگویم. یقیناً جایگاه و منزلت معلم در اسطوره تاریخ بشریت نقش ماندگاری است که از سوی مسئولان وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در ختم این محفل شماری آموزگاران را تقدیر کردند و نیز به دانش آموزان این پرورشگاه به مناسبت روز عید قربان لباس های عیدی توزیع کردند. و اما در خارج از کشور، وزیر خارجه چین در سفر به آمریکا ضمن غیر قانونی خواندن تظاهرات روزهای اخیر در هنگ کنگ نسبت به برگزاری این راهپیمایی‌ها هشدار داده است. در این سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا از همتای چینی‌اش خواسته است که در برخورد با معترضان خشتنداری داشته باشند. وزیر خارجه چین در پاسخ گفته است که مسئله هنگ کنگ مربوط به امور داخلی چین می‌شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. روزنامه خلق چین نیز با انتقاد از تظاهرات روزهای اخیر هنگ کنگ هشدار داده است که ادامه این جریان عواقب غیر قابل تصور را به همراه خواهد داشت. تعطیلی روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی چین جمعیت بیشتر را به خیابان‌ها و به جمع معترضان هنگ کنگی کشاند. معترضان تاکید کردند که اگر خواستهایشان برآورده نشود ساختمان‌های دولتی را اشغال می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم اسرائیل در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند. این اولین دیدار آنان طی 8 ماه اخیر و از زمان آغاز درگیری‌ها میان رژیم اسرائیل و حماس در تابستان امسال بوده است. براک اوباما در این ملاقات از نخست وزیر رژیم اسرائیل خواسته است که از تلفات غیر نظامیان فلسطینی جلوگیری کند. آقای اوباما همچنان خواستار توقف شهرک‌سازی‌های رژیم اسرائیل در مناطق شرقی بیت المقدس شده است. بنیامین نتانیاهو نیز از براک اوباما خواسته است که او را مطمئن کند هر اقدامی که ایران را قادر به تولید سلاح هسته‌ای سازد صورت نگیرد. بنیامین نتانیاهو می‌خواهد که ایران را به طور کامل از قابلیت‌های هسته‌ای خود محروم کند، در حالی که از نظر براک اوباما راه ایران برای ادامه غنی‌سازی یورانیوم به صورت محدود و به اهداف غیر نظامی باز است. ترکیه با اعزام نیروی نظامی به سوریه و عراق و نیز امکان استفاده پایگاه‌های خود از سوی اعضای ائتلاف علیه گروه موسوم به دولت اسلامی موافقت کرده است. دولت ترکیه لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرده است که در صورت تصویب اجازه می‌یابد علیه تروریسم در عراق و سوریه اقدام کند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بر ضرورت برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه تاکید کرده است. ترکیه رئیس جمهوری سوریه را متهم به تحریک رشد گروه دولت اسلامی از طریق سیاست‌های فرقه‌ای کرده است. و جولیا پیرسون رئیس سرویس امنیتی کاخ سفید از سمت خود استعفا کرد. وی که طی هفته‌های اخیر با انتقاد شدید از سوی کنگره آمریکا مواجه شده بود، گفته است که در طرح خود برای حفاظت امنیت در کاخ سفید شکست خورده است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که
عمر گونزالس که 11 روز پیش با نقض حریم کاخ سفید وارد محوطه آن شده بود، علاوه بر محوطه خارجی با چاقویی که در دست داشت توانست وارد سالن شرقی کاخ سفید شود که برای استقبال از مراجعان مورد استفاده قرار می‌گیرد. خانم پیرسون در حال از سمت خود استعفا کرده است که موارد دیگری از نقض شرایط امنیتی کاخ سفید در زمان ریاست وی نیز طی روزهای گذشته منتشر شده است. این بود مجموعه خبر این ساعت. شما را فرا می‌خوانم به بقیه برنامه‌های تلویزیون نور. خدا نگهدار.